السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوار هستم که همه دوستان و عزیزان صحتمند باشند، از صحت کامل برخوردار باشند و روزها به خیر سپری شود. دوست عزیز و بزرگوار، به ادامه سلسله درس های گذشته، امروز مطالب زلیلا در مضمون حقوق تجارت خواهیم خواند. مروری بر درس های گذشته می داشته باشیم. تعریف تاجر و انواع تاجر هست، اهلیت تجارتی، حقوق تاجر، وجایب تاجر، رقابت های تجارتی و کارخانگی های متعلق به درس امروز. دوست عزیز و بزرگوار، ما در درس های گذشته چند مورد را خواندیم که انشاءالله کوتاه مرور می کنیم و بعدش هم به مطالب جدید خواهیم پرداخت. و معاملات تجارتی را خوانده بودیم. در درس گذشته معاملات تجارتی را تعریف کردیم و چند تا ویژگی بر معاملات تجارتی حساب کردیم. معاملات تجارتی را گفتیم که خرید و فروش اموال منقول هست به منظور کسب منفعت، در صورتی که تداوم و استمرار پیدا بکنه، امی معامله تجارتی هست. خب چند تا ویژگی بر معاملات تجارتی ما حساب کردیم. یکی خرید اشیا بود، بعدش هم فروش اشیا بود، بعدش هم منقول بودن شی بود، بعدش هم کسب منفعت بود و آخرش هم استمرار و تداوم داشتن همین فعالیت بود. انواع معاملات تجارتی را خوندیم که سه نوع معامله تجارتی ما داریم. نوع اول معاملات تجارتی، معاملات تجارتی اصلی هست که تعریف کرده بودیم و بیشتر روش بحث کرده بودیم که معاملات تجارتی اصلی به معاملات گفته میشه که قانون او را به عنوان معامله تجارتی خوانده باشه و بدون توجه به عاملش و بدون توجه به ای که ببینیم چی کسی او را انجام میده و عملی میسازه، او به عنوان یک معامله تجارتی محسوب شه و هر کسی هم که او را انجام بده به ماهیت او معامله کدام تغییری نبیاید. بعد نمونه های از معامله تجارتی را هم خواندیم که خواهیم گفت. مثلا صرافی جزء از معامله تجارتی اصلی هست و اگر امین معامله صرافی را اگر یک شخص تاجر یا غیر تاجر انجام بده هیچ فرقی نمی کنه. چرا؟ به دلیل اینکه خود معامله صرافی نفساً معامله تجارتی است و قانون او را به عنوان معامله تجارتی اصلی دانسته و هیچ توجهی به عاملش و هیچ توجهی به شخصی که این معامله را انجام میده نکرده. نوع دوم از معاملات تجارتی، معاملات تجارتی طبیعی بود. به معاملات تجارتی گفته می شد که به شکل خود به خودی اصلی نیست و به شکل ای هست که این معاملات و این نوع معاملات تابع شخص تاجر هست و اگر شخص تاجر بخواهد این معاملات معامله تجارتی است و اگر نخواهد معامله تجارتی نیست. چنانچه که مطالب را که میگم در ماده 17 و 18 و 19 و 20 قانون اصولنامه تجارت افغانستان مشرح بیان شده. ماده 19 و ماده 20 در خصوص صراحت داره، میگه که تمامی فعالیت های تاجر تجارتی محسوب میشه مگر اینکه خود تاجر ثابت نماید که در امور تجارتی نبوده باشه. از مفاد این ماده معلوم میشه که معامله تجارتی طبیعی وجود داره و بعضی از معاملات وجود داره که تابع شخص تاجر هست و اگر تاجر بخواهد معامله تجارتی هست و او به عنوان معامله تجارتی محسوب میشه و اگر نخواهد خیر. سومین نوع معاملات هم معاملات تجارتی مختلط هست. معاملات تجارتی مختلط به معامله گفته میشه که یک طرفی از معامله شخص تاجر هست و طرفی دیگری از معامله شخص غیر تاجر هست. مثال هم نمونه از مثالش همین است که ما اگر بخواهیم محصولات زراعتی و
محصولات زمینداری و محصولات شخصی که کار زراعتی کرده او را بخریم و شخص خریدار تاجر باشه و شخص فروشنده که خود شخص زمیندار هست. اگر چنین معامله انجام شود، این معامله معامله مختلط هست، چون یک طرف که فروشنده هست اون یک معامله مدنی انجام میده، اون معاملهش معامله تجارتی نیست، و اون شخص دیگری که خریدار هست به عنوان تاجر آمده میخواه که اون جنس را بخره و دوباره به فروش برسانه، این معامله معامله تجارتی مختلط هست. نمونه های از معاملات تجارتی اصلی را خوانده بودیم، چند تا نمونه که اینجا ما ذکر کردیم، سه تاش را کمیشنکاری بود، دلالی بود، بیمه بود. کمیشنکاری هم به مو معامله گفته میشد که شخص میامد مال دیگران را به فروش می رساند، به نام خودش و به نفع دیگرها فعالیت می کرد، و از پهلوی شخصی که به نفع اون کار کرده یک مقداری را به عنوان حق الزحمه یا کمیشن می گرفت. اما دلالی بود، دلالی به همو فعالیتی گفته می شد که تسهیل کننده قراردادهای تجارتی باشه و مزدگیری هیچ طرفی نیست و تلاش برازی میکنه که معامله تجارتی منعقد شود و این معامله تجارتی انجام شود. اصولا استخدام شده از هیچ طرفی نیست، ولی میتونه از هر دو طرف مزد بگیره، از هر دو طرف اون حق و زحمه خود را بگیره. نمونه دیگری هم بیمه بود که شرکت بیمه فعالیت های بیمه را پیشکش میکنه و مردم هم میرن خود را بیمه میکنن و در مقابل خطرات احتمالی که وجود داره خود را مسئول نگه میدارن و تدابیر میگیرن. اینا در ماده 19 اصولنامه تجارت افغانستان مشرع بیان شده و گفته شده که اینها از جمله چه هستند؟ از جمله اصولنامه، از جمله معاملات تجارتی اصلی هستند. و هر شخصی هم که این معاملات را انجام بده میشه معامله تجارتی را انجام داده و فرقی نمیکنه که اون شخصی که این را انجام داده تاجر هست یا غیر تاجر هست. اما در سره که امروز میخواییم روش بحث بکنیم و روش تمرکز بکنیم، تعریف تاجر هست و انواع تاجر هست از دید اصولنامه تجارت افغانستان. ماده 8 اصولنامه تجارت افغانستان تاجر را تعریف کرده. تعریف اصولنامه چنین هست: هر شخص هم از افراد و شرکت ها که حائز اهلیت تجارتی بوده و به نام خود یک یا چند معامله تجارتی را انجام بده و این شغل را پیشه معتاد خود قرار بده، بشه به شکل استمرار و دوام بپردازه، تاجر هست. چند جمله از این قابلیت توضیح را داره و بعد توضیح داده شده. اینجا گفته هر شخص اهم از افراد و شرکت ها. دوست عزیز دقت بکنین، الفاظی که در قانون به کار برده میشه او بر اساس یک بینش خاص و بر اساس یک فلسفه خاص هست. هر شخص گفته و در اینجا ما شما میبینیم که ما در حقوق دو نوع شخصیت داریم، یک شخصیت حقیقی هست و دیگه هم شخصیت حکمی. بعد از اینکه هر شخص اهم از افراد و شرکت ها، اهم از افراد و شرکت ها یعنی افراد را شما دقت بکنید میشه اشخاص حقیقی، شرکت ها میشه اشخاص حکمی. ماده 337 قانون مدنی افغانستان هم اشخاص حکمی را که تعریف میکنه و بعدش اشخاص حکمی را میگه که یا به شکل شرکت ها یا به شکل جمعیت ها و یا به شکل مؤسسات ظهور میکنه. و نمونه خوبی از شخصیت های حکمی هم شرکت هاست. به همین خاطر این هر شخص میتونه که تاجر شوه، ای که اون شخص شخصیت حقیقی داشته باشه شخصیت حکمی ممکن هست. خب حائز اهلیت تجارتی باشن، که این اهلیت تجارتی چیست حالا شرح میدیم.
و اهلیت هم یعنی صلاحیت تجارتی را داشته باشه. صلاحیت تجارتی داشتن هم به این معنی است که قانون اجازه برای اعمال فعالیت های تجارتی را داده باشه و به نام خود و یک و یا چند معامله تجارتی را انجام بده. خب امی معاملات تجارتی را که انجام میده به نام خود انجام میده و اگر به نام خود انجام نده، ما در تعریف کمیشنکاری هم خوانده بودیم که میشه کمیشنکاری یا وکالت یا نمایندگی. خب بالاخره این شخص تجارت نکرده، ماموریت کرده و این پیشه و این کار را که میکنه، این کارش به شکل متداوم باشه، به شکل مستمر باشه، که در اون صورت ما میتونیم شخص بگیم که شخص تاجر هست و فعالیت تجارتی انجام داده. خب شرح ازی بیشتر بعد در مسائل بعدی و یا در بحث‌های بعدی میآید. اما ما دقت بکنیم که با چنین خصوصیاتی را ما میتونیم یک شخص را تاجر بگیم. ای که شخصیتش ثابت شده باشه، اون شخصیتش چه شخصیت حقیقی هست و یا چه شخصیت حکمی هست، این که او شخص دارای اهلیت تجارتی باشه، ناقص الاهلیت نباشه، عدیم الاهلیت نباشه، اهلیت کامل داشته باشه. خب این بحث بیشتر در مضمون حقوق وجایب بحث میشه که شما خوبتر میفهمین. این اهلیت اجرا داشته باشه که ماده 39 قانون مدنی در این مورد گفته و معامله تجارتی را هم به نام خودش انجام بده، به نام کسی دیگه ای انجام نده، یعنی خودش شخصا بره و قراردادهایی که میکنه و فعالیتهایی را که انجام میده به نام خودش باشه و این کار را به شکل مقطعی انجام نده و به شکل متداوم این کار را انجام بده، این پیشش باشه، این شغلش باشه و کاری اصلیش هم امین معاملاتی باشه که انجام میده. در این صورت و با چنین شرایطی و با چنین اوصافی ما میتونیم یک شخص بگیم تاجر هست. و اصولنامه تجارت افغانستان هم یک شخص را با همین خصوصیات به ما به عنوان تاجر معرفی کرده. انواع تاجر. دوست عزیز دقت بکنیم که در اصولنامه تجارت افغانستان یا در قوانین افغانستان به شکل صریح و واضح از تقسیم بندی تاجر و یا از ای که گفته باشه که تاجر به چند نوع است یا از انواع تاجر چیزی نگفته. اما از مفاد ماده 12 و 13 اصولنامه تجارت این قسم برداشت میشه که تاجر به دو نوع است. یک تاجرای کوچک هست و دیگر تاجران بزرگ هست. ماده 12 و 13 در مورد تاجران کوچک چنین حرفی دارند. ماده 12 خود تاجران کوچک را بیان میکنه و خصوصیات از او را میگه و ویژگی ها از او را میگه که ما توسط از او میتونیم، توسط اون ویژگی ها و خصوصیات میتونیم که بشناسیم تاجران کوچک کی هستند. ماده 12 میگه که تاجران کوچک به تاجرانی گفته میشه که خصوصیت زیر داشته باشه. یک، تلاش بدنی زیاد به خرج بدن و دوم، ثمره کارشان اندک باشن. تلاش بدنی زیاد به خرج بدن چی معنی است؟ به این معنی است که اونها زیاد زحمت میکشن و زیاد کار فیزیکی میکنن اما ثمره شان، مفاد کارشان بسیار اندک هست، به اندازه ای که به بسیار سختی میتونن مصارف زندگی خود را پوره بکنن و امرار معیشت بکنن. هرگاه اگر تاجری با همین دو خصوصیت ما ببینیم و او را ارزیابیش بکنیم، او میشه تاجر کوچک. خب ما نمونه میگم، یک مثال میگم، مثلا همین دستفروشایی که در روی بازار هستن و یا دکانهای خرده که در جایی موقعیت دارن، اینها از جمله چی هستن؟ از جمله تاجران کوچک هستن. ببینید در گرمی میستن، تلاش بدنی زیاد میکنن، زیاد انرژی مصرف میکنن، زیاد کار فیزیکی میکنن، اما در اخیر
ثمره کارشان به اندازه است که صرف بتونه چند لقمه نانی به خانه ببره و روزش بگذره. و همین طبقه افراد از جمله تاجران کوچک هستند. تاجران کوچک در اصولنامه تجارت افغانستان ازش حمایت شده. قوانین تجارتی افغانستان از تاجران کوچک حمایت کرده و تلاش برزی داشته که تاجران کوچک حمایت شده و اینا رشد بکنن. و برای اینها امتیازات خاص قائل شدن که این امتیازات: یک، به داشتن آدرس، نام و دفتر تجارتی مکلف نیستن که حتما آدرس تجارتی داشته باشن، نام تجارتی داشته باشن، دفتر تجارتی داشته باشن، به اینها چیزا مکلف نیستن. گرچه که در قانون تجار مکلف به داشتن چنین مواردی هستند که نام تجارتی داشته باشند، دفتر تجارتی داشته باشند، آدرس تجارتی داشته باشند، اما تاجران کوچک مکلف به چنین چیزی نیستند. دومین امتیازی را که تاجران کوچک داره است که تحت قاعده افلاس قرار نمی گیرند. تحت قاعده افلاس و ورشکستگی قرار نمی گیرند. در جلسات بعدی افلاس و ورشکستگی مفصل بحث خواهد شد. اما به این کوتاه میخوایم در مورد افلاس بگم که افلاس به حالتی گفته میشه که دارایی ها و سرمایه شخص تاجر از قروضش کرده کمتر شود. یعنی قروض و دین و قروض تاجر بیشتر از چیش باشه؟ بیشتر از داراییش باشه. همین شخص را میگن شخص مفلس یا شخصی که تحت قاعده افلاس قرار گرفته. خب خط در اینجا شاید شما سوال بکنین که چطور میتونه به عنوان یک امتیاز به تاجران کوچک محسوب شود؟ این خیلی ساده هست و قانون به این خاطر این را به عنوان یک امتیاز معرفی کرده. ای اوی است که شخص مفلس هیچگاه نمیتونه فعالیت بکنه، فعالیت تجارتی بکنه. اگر هم فعالیت تجارتی میکنه، تمامی مفاد و تمامی سودی که از تجارت به دست میاد و حاصل میشه، اون متعلق به شخص تاجر نیست، بلکه محکمه او را چیکار میکنه؟ او را قید میکنه و او را ضبط میکنه و میده به قرضدارایش که بیشتر گفتیم قرضدار هستند. اما اگر شما تصور بکنین تاجران کوچک هم تحت چنین قاعده قرار بگیرن، آیا تصور میشه برای ازی که فامیل از اینها را کنان بدن؟ اگر یک شخصی باشه که تنها نان آوری خانه باشه و این شخص را تحت قاعده افلاس و ورشکستگی قرار بدن و برن تمامی فعالیت های ازی هم کنترل شوه و مفادی که از معاملات به دست میاره و کاری را که میکنه و مزد را که به دست میاره او را هم قرضدارایش بگیره، پس مسئولیت فامیل ازی چی میشه؟ یعنی کدام مرجع و کدام نهادی هست که بیاید مسئولیت ازی را به عهده بگیره که من فامیل شما را خینان میدم، شما برین قرضدارای خود را خلاص بکنین؟ به همین خاطر اصولنامه آمده ای را به عنوان چی مطرح کرده؟ به عنوان یک امتیاز مطرح کرده. اما در خصوص تاجران بزرگ بعد این قاعده وجود نداره که کسایی که تحت قاعده افلاس قرار گرفتن اونها چی باشن، از این قاعده مستثنا باشن. نه، تاجران بزرگ تحت قاعده افلاس قرار میگیرن، اما قرار گرفتن تاجران بزرگ تحت قاعده افلاس و ورشکستگی او هم یک امتیاز هست. او امتیازی است که اینها به جبر کشانده نمیشن، اینها هر روز قرضدارا دنبالشان نمی کنن و محکمه میان یک ترتیبی را معین می سازه که تاجری که تحت قاعده افلاس قرار گرفته، تاجری که مفلس شده، به شکل آهسته آهسته بتانن قرضدارای خود را خلاص بکنن. اینها نفع به نفع تاجران بزرگ هست. خلاصه ای که تحت قاعده افلاس قرار نگرفتن در تاجران کوچک ای یک امتیاز هست. او امتیاز شمیست که اینا میتونن به شکل عادی به امورات زندگی خودشون رسیدگی بکنن. اما
تحت قاعده افلاس قرار گرفتن به تاجران بزرگ چه هست؟ یک امتیاز هست و امتیازی است که او به شکل آهسته آهسته و به شکلی که دولت ازش حمایت کنه و دولت ازش حمایت کرده میتونه دوباره قرضدارای خود را قرضداری های خود را بپردازه و تجارت خود را سر پا استاد بکنه و دوباره فعالش بسازه. این امتیازهای تاجران کوچک هست. پیشتر به همین قسم که گفتم ماده 12 و 13 به شکل ضمنی به ما این را بیان میکنه که تاجران دو نوع هستند، تاجران کوچک هستند و تاجران بزرگ هستند. که تاجران کوچک دو تا خصوصیت دارن که تلاش بدنی زیاد میکنن و ثمره کارشان اندک هستن، دو تا امتیاز دارن. ای که آدرس، نام و دفتر تجارتی ندارن و مکلف نیستن که داشته باشن و دومش همه که تحت قاعده افلاس قرار نمیگیرن. نوع دوم از تاجران، تاجران بزرگ هست. و حالا هر مطلبی که ما میخوانیم، هر موضوعی که ما روش بحث میکنیم، این متعلق هست به تاجران بزرگ و در این مورد انشالله تحقیقات زیادی هست و درسایی که از این بابت انشالله ارائه میشه این مربوط به تاجران بزرگ خواهد بود. مطلب دیگر که میخوایم بحث بکنیم اهلیت تجارتی است. اهلیت تجارتی مطابق به فصل دوم و ماده چهارم اصولنامه که اهلیت تجارتی را گفته، مانند همو اهلیتی است که ما در حقوق وجایب میخوانیم. دوست عزیز و بزرگوار، اهلیت تجارتی همون اهلیت اجراست. به این معنی است که کدام اشخاص صلاحیت انجام معاملات را داره. اما اشخاص صلاحیت انجام معاملات را داره که از لحاظ قانونی سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشه. یعنی ما از این گفته چنین برداشت میکنیم که شخصی که سن 18 سالگی را کامل کرده باشه، او شخص میتونه که دارای اهلیت تجارتی هست و او شخص میتونه که تجارت بکنه و مستقل تجارت بکنه و بدون از اینکه وکیل، ولی، وصی و یا قیم داشته باشه میتونه تجارت بکنه. و شرط شخصی که به عنوان تاجر معرفی میشه هم همیست که سن بلوغ را تکمیل کرده باشه و دارای اهلیت باشه، که اون اهلیت را از لحاظ سنی و یا از لحاظ سال قانون ما و شما به سن 18 سالگی تعبیر کرده. و اهلیت بودها و بخشهای دیگری هم داره که عقل سالم داشته باشه و بتونه تصمیمات بهتر و تصمیمات خوبتر را هم بگیره. اما بر اساس اصولنامه تجارت افغانستان، اهلیت تجارتی وابسته به تکمیل نمودن سن 18 سالگی است. یک استثناء هم در این اهلیت وجود داره. او است که اشخاص صغیر هم میتونند به اذن ولی خود تجارت کنند. به اذن ولی خود تجارت کنند. خب این شخص صغیر سن 16 سالگی باید داشته باشه و سن 16 سالگی رسیده باشه و ولی هم میتونه که یک قسمتی از دارایی های شخص صغیر را بده به شخص صغیر و به اجازه همین شخص ولی او بروان بعضی از معاملات تجارتی را انجام بده. ولی هیچگاهی به شکل یک شخصی که میره مستقلانه تجارت میکنه این شخص تجارت کرده نمیتونه و تمامی معاملات تجارتی شخص صغیر باید تحت کنترل ولیش باشه. یعنی اینها هم معاملات تجارتی انجام داده میتونن، معاملات تجارتی اینها هم صحت داره و شخصی که با اینها هم معاملات تجارتی انجام میدن اونا هم به این نیت من معاملات تجارتی انجام میدن که من با یک شخصی معامله تجارتی انجام میتونم که اهلیت تجارتی داره و در محکمه به عنوان یک اصل ثابت شده میتونه که به عنوان یک دلیل هم بوده میتونه که شخص ولی اجازه بر فعالیت تجارتی شخص صغیر را داده و شخص صغیر هم رفته چیکار کرده، معامله تجارتی خود را انجام داده.
اگر ولی یا وصی که اجازه فعالیت تجارتی را بر ای صغیر داده اهلیت حقوقی نداشته باشه یا دارای اهلیت حقوقی نباشه، محکمه شخص صغیر را مکلف میگردانه که باید ولی دیگر انتخاب بکنه یا ولی دیگری بیایه یا وصی دیگری بیایه و این مسئولیت را به عهده بگیره. خب اگر ولی یا وصی شخص صغیر فوت بکنه، در این صورت به نمایندگی از ولی شخص فوت شده، از ولی که فوت شده به نمایندگی از او قاضی مکلف است که یک شخص دیگر را مسئولیت برش بده که از فعالیت های تجارتی شخص صغیر نظارت بکنه و او را کنترل بکنه. خب دقت بکنیم که در قسمت معامله تجارتی شخص صغیر مقید زیاد شده و تاکید زیاد شده و موادهای قانونی در این مورد زیاد وجود داره و یک کلش به خاطر ایست که شخص صغیر به شکل خودمختارانه اگر برای فعالیت‌های تجارتی را انجام بده ممکن است در جای اشتباه بکنه و هرچی سرمایه‌ای که داره او را از دست بده و نهایتاً بعد از اینکه به سن رشد میرسه و سن بلوغ میرسه دیگر هیچ مرجعی به خاطر امرار معیشت نداشته باشه و هرچی دارایی که داشته بوده او را بر اساس یک معامله تجارتی از دست داده باشه. به خاطر اینکه از امین تو یک ضرر جلوگیری شده باشه، به همین خاطر قانون آمده زیاد افرادی را که به سن رشد نرسیده باشن اونها را چیکار میکنه؟ اونها را مقید ساخته و اونها را محدود ساخته به خاطر اینکه بتانه آیندهشان تضمین شود. نکته دیگری که در اینجا وجود داره است که اشخاصی که بر اساس اصولنامه ترفیع و تقاعد شامل این بخش میشه تاجر محسوب شده نمیتونن، یعنی کارمندان دولتی که تقاعد میکنن ترفیع میکنن اینها نمیتونن تاجر باشن و فعالیت هایی که انجام میتن تحت قانون یا تحت قواعد حقوق تجارت میآید، اما شخصا خودشان را به عنوان تاجر ما نمیتونیم معرفیش بکنیم و قانون از ای که اونها به عنوان تاجر محسوب شوند و به عنوان تاجر معرفی شوند ممانعت کرده و قانون اونها را به عنوان تاجر نمیشناسد. تا اینجای درس امیدوار هستم که برداشت خوبی کرده باشین. انشالله قسمت دومی درس به شما ارائه خواهیم کرد.